عربستان سعودی داره یک پروژه فوق‌العاده بزرگ رو شروع می‌کنه. قبلاً به یکی از این پروژه‌ها اشاره کردیم که اون هم توی عربستان اتفاق افتاد. پارک خطی بزرگی که می‌خوان بسازن. اما این بار قدم‌ها رو فراتر گذاشتن. اونا می‌خوان یک رودخونه مصنوعی بسازن که از رود نیل هم بلندتر و بزرگتره. این رودخونه قرار 12000 کیلومتر باشه. توی دل بیابون‌های خشک و بی‌آب و علف عربستان. اینجا طولانی ترین کانال دنیاست. میخواد یک تلاش بی‌نظیر باشه که بتونه با استفاده از تکنولوژی پیشرفته شیرین‌سازی آب، زمین‌های خشک و بی‌حاصل رو به سرزمین‌های حاصلخیز تبدیل کنه. بودجه این پروژه خیلی زیاده. نشون میده که عربستان مصممه تا با تبدیل آب دریا به آب شیرین، مشکل کمبود آب رو حل کنه. این رودخونه مصنوعی میتونه کشاورزی و پایداری محیط زیست رو توی یکی از خشکترین نقاط کره زمین متحول کنه. عربستان با برنامه ریزی برای آبیاری بخش‌های بزرگی از بیابان میخواد امنیت آب و غذای خودش رو هم تأمین کنه و تو زمینه نوآوری‌های محیط زیستی یک الگوی جهانی بشه. آیا این پروژه بلند پروازانه میتونه عربستان رو به یک واحه سرسبز و پایدار تبدیل کنه؟ اونا میخوان دقیقاً چطور این کار رو انجام بدن؟ این چیزیه که توی این قسمت از پاراگراف و در ادامه مجموعه ویدیوهای پروژه های بزرگ صحبت کنیم. داستان عربستان با آب توی چند دهه گذشته خیلی تغییر کرده. قبلاً این کشور به منابع آب تجدیدپذیر خودش تکیه میکرد. یعنی از آب‌های طبیعی برای کشاورزی‌های کوچک و نیازهای روزانه مردم استفاده می‌کردند. اما با گذشت زمان اوضاع عوض شد. عربستان به سمت استفاده از دو منبع اصلی آب رفت. منابعی که به این زودی‌ها تموم نمی‌شن. شیرین‌سازی آب از دریا و آب‌های زیرزمینی خیلی قدیمی که بهشون آب‌های فسیلی میگن. این تغییر خیلی مهمی بود. چون به عربستان اجازه داد مثل کشورهایی که بارون و رودخونه زیاد دارن از آب استفاده کنه. آب برای مزرعه های بزرگ، خونه ها، مغازه ها و کارخونه ها تأمین شد. عربستان از خیلی وقت پیش تا سال 1994 آب رو خیلی راحت و ارزون در اختیار مردم میذاشت. اونقدری که مصرف آب مخصوصا توی کشاورزی خیلی زیاد شد. از 1980 تا 1994 مصرف آب تو کشور 3 برابر شد. اما بیشتر این آب از منابع زیرزمینی بود که دیگه قابل پر شدن هم نبودن. تا سال 1995 دولت تقریبا همه این آب با ارزش رو تموم کرد. تا پیش از 1994 مردم تو خونه هاشون پول آب نمی دادن. آب رایگان بود. اما بعد دولت شروع کرد یک مقداری رو برای مصرف آب در نظر گرفت تا از مردم پول بگیره. تو اوایل قرن جدید و سال 2000، طرز فکر دولت درباره ساخت و اجرای پروژه‌های آب عوض شد. اونا می‌خواستن شرکت‌های خصوصی نه فقط تو ساخت چیزایی مثل تصفیه خونه‌های آب، بلکه تو تأمین هزینه و مدیریتشون هم کمک کنن. وقتی که دیدن مشکل مصرف زیاد آب داره جدی و بحرانی میشه، عربستان اومد تو سال 2000 شروع کرد به کم کردن کمک‌های مالی برای هزینه‌های آب. اونا کشاورزا رو تشویق کردن که با استفاده از ابزارهای جدید مثل آبیاری قطره‌ای و حسگرهای رطوبت خاک از آب بهتر و عاقلانه‌تر استفاده کنن. این کار باعث شد مصرف آب تو کشاورزی کم بشه. کشت گندم که آب زیادی مصرف میکرد کم شد. تولید گندم از 4 میلیون تن تو سال 1992 به 0 در سال 2016 رسید. عربستان که رودخونه طبیعی نداره، همیشه برای تأمین آب خودش روی نفت و کارخونه های آب شیرین کن تکیه میکرد. اما حالا فهمیدن که این کارایی که داره انجام میده توی دراز مدت پایدار نیستن. به خاطر همین عربستان میخواد یک پروژه جدید رو شروع کنه. چیزی که میتونه کشاورزی و مدیریت منابع آب رو تو مناطق خشک و کم آب دوباره تعریف کنه. قراره با استفاده از تکنولوژی آب شیرین کن، یا بهتر اصطلاح دقیق ترش رو بگیم نمک زدایی آب، هر روز 9.4 میلیون متر مکعب آب شیرین رو
از دریای سرخ به این رودخونه مصنوعی پمپاژ کنند. از اونجایی که توی بیابان گرما خیلی زیاده، مسلماً آب خیلی زود تبخیر میشه. واسه همین این رودخونه قرار نیست روی سطح زمین باشه تا هر چی که دارن انجام میدن به باد بره. این رودخونه رو میخوان زیرزمینی بسازن تا آب کمتر از بین بره. عرض و عمق این رودخونه هم طوری طراحی شده که بتونن آب رو به همه جای کشور، حتی خشکترین مناطقش برسونن. این یه قدم مهم برای عربستانه تا خودش بتونه محصولات کشاورزی رو تأمین کنه. کاری که قبلاً غیر ممکن به نظر می‌رسید. عربستان می‌خواد با داشتن یک منبع آب مطمئن و پایدار، زمین‌های خشک و بی‌آبش رو سرسبز کنه تا کمتر مجبور بشه مواد غذایی وارد کنه. اینطوری میتونن درآمدشون رو از راه‌های دیگه‌ای به غیر از نفت به دست بیارن. این رودخونه مصنوعی 11 متر عرض و 4 متر عمق داره. قراره از رود نیل هم بزرگتر بشه و طولش تا 12000 کیلومتر میرسه. برای اینکه بتونن آب رو به همه جا برسونن، از لوله‌های خاصی به قطر تقریباً 2.3 متر استفاده میکنن که ضد زنگ هم هست. این شبکه لوله‌ها دو برابر رود نیل طول داره. نشون میده که عربستان فکر بلند پروازانه ای داره. یک کار مهندسی فوق‌العاده است که نه فقط یک منبع آب جدید درست میکنه، بلکه اگر واقعاً بتونن چنین کاری انجام بدن، کل زیرساخت‌های تأمین آب رو به شکل بی‌نظیری تغییر میده. برای اینکه بهتر متوجه بشین اینطوری در نظر بگیرین. تمام لوله‌هایی که می‌خوان استفاده کنن رو اگه همشون رو در راستای طول کنار هم بذارید، میتونین چند بار دور کره زمین بچرخین. حالا بریم سراغ این که شیرین‌سازی آب چی هست؟ چون این همون کاریه که می‌خوان تو این پروژه انجام بدن. اصطلاح شیرین‌سازی دقیق ترش نمک زدایی هست، یعنی نمک و ناخالصی ها رو از آب جدا کنن تا قابل استفاده بشه. دو تا روش هم برای این کار وجود داره. اولی شیرین سازی یا نمک زدایی با استفاده از فیلتر و دوم نمک زدایی با استفاده از گرما. هر کدوم از این روش ها ویژگی های خاص خودشونو دارن، باعث میشن کل پروژه کارایش بیشتر بشه. تو روش نمک زدایی با فیلتر، آب دریا رو از یک سری فیلتر یا قشا رد میکنن. این قشاها فقط به مولکولای آب اجازه عبور میدن و نمک و مواد معدنی و ناخالصی های دیگه رو توی خودش نگه میداره. بعد از این کار آب تمیز و قابل شرب به دست میاد. این روش خیلی کارآمد و کم مصرفه. به همین دلیل برای پروژه های بزرگ شیرینسازی آب خیلی طرفدار داره. روش دوم نمک زدایی با گرما هست. میان آب دریا رو داغ میکنن. وقتی که آب گرم بشه بخار میشه، نمک و مواد معدنی تهش میمونه. بعد از اون بخار به یک جای خنک‌تر هدایت میشه و اونجا دوباره به مایع تبدیل میشه. اما فرقش اینه که این مایع دیگه نمک و ناخالصی نداره، چون اونها در فرایند بخار آب یک جای دیگه موندن. میشه چیزی مثل آب مقطر. این آب رو جمع میکنن و بعد با اضافه کردن املاحی که خودشون میخوان استفاده میکنن. اگرچه روش شیرین سازی با گرما نسبت به روش فیلتر انرژی بیشتری هم مصرف میکنه، اما این یک روش مطمئنتر و کارآمدتره، مخصوصا توی جاهایی که منابع انرژی زیادی دارن. یکی از شرکت‌های مهمی که نقش بزرگی تو این پروژه داره، شرکت دولتی تبدیل آب شور به شیرین هستش، با مخفف SWCC. این شرکت SWCC مسئول تولید آب شیرین شده تو کل عربستانه. تلاش میکنه تا آب شیرین کافی برای مردم و صنعت توی این کشور تأمین بشه. SWCC چند تا کارخونه شیرین سازی تو سواحل شرقی و جاهای دیگه در کنار دریا هم داره. به همین خاطر عربستان الان بزرگترین تولید کننده ی آب شیرین تو کل دنیا به حساب میاد. این کشور با تولید سالانه بیش از 1.6 میلیارد متر مکعب آب، حدود 18% از کل آب شیرین شده ی دنیا رو تولید میکنه. این حجم عظیم آب برای زندگی و فعالیت اقتصادی تو کشوری که تقریباً هیچ آب شیرین طبیعی نداره مسلماً حیاتیه. از این مقدار کل فقط کارخانه های سواحل شرقی 495 میلیون متر مکعب آب شیرین تولید می کنند
و بقیهش رو کارخونه های دیگه در کنار دریا تأمین میکنن. این 27 کارخانه شیرین سازی عربستان علاوه بر تأمین آب 24 میلیارد و 888 میلیون کیلووات ساعت برق هم تولید میکنن. همه اینها نشون میده که عربستان یک رویکرد ترکیبی رو اتخاذ کرده تا همزمان مشکلات آب و انرژی رو حل کنه. این برق هم برای فرایند پرمصرف شیرین سازی با گرما استفاده میشه و هم زیرساختای کشور رو تامین میکنه که اهمیت استراتژیک این کارخونه ها رو برای پایداری کشورشون نشون میده. خب حالا سوال مهم اینه که چرا این کشور آب وارد نمیکنه؟ چون وارد کردن آب برای عربستان با توجه به اینکه منبع اقتصادیشون نفته خیلی ارزونتر در میاد تا اینکه چنین کار پرهزینه‌ای رو انجام بدن. موضوع اینجاست که عربستان داره بلند مدت رو نگاه میکنه. اقتصاد عربستان خیلی به درآمد نفت وابسته است. به خاطر نوسان قیمت جهانی نفت و حرکت دنیا به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، انجام این کار برای آینده عربستان پر ریسکه. شاید الان یک راه حل کوتاه مدت خوب باشه که بیان آب شیرین وارد کنن، اما در دراز مدت که نفت در خطر بیفته، عربستان با مشکلات زیادی روبرو میشه و به ضررشه. حالا هم عربستان با درک این مشکلات مأموریت خودش رو این گذاشته که اقتصادش رو متنوع کنه، وابستگی به نفت رو کم کنه و یک آینده پایدار بسازه. پروژه رودخونه مصنوعی عربستان یکی از همون پروژه هاست، در کنار پروژه های دیگه‌ای که اول ویدیو هم گفتیم. یک نمونش رو در موردش ویدیو ساختیم، ساخته یک پارک طولی بزرگ که اگر اون ویدیو رو هم تماشا نکردید، پروژه بزرگی هست از عربستان و لینک اون ویدیو رو داخل دیسکریپشن میذارم، اون رو هم تماشا کنید. در نهایت عربستان با سرمایه گذاری روی این پروژه نه فقط داره مشکلات کمبود آب رو حل میکنه، بلکه میخواد زیرساختای توسعه کشاورزی رو هم فراهم کنه که این هم یک استراتژی برای تنوع بخشیدن به اقتصاد به حساب میاد. رویای تبدیل یک کشور خشک به سرزمینی با یکی از بلندترین رودخونه های دستساز بشر، چیزی که عربستان دنبالشه. نظر شما در مورد این پروژه چیه؟ امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدیوی بعد.